در دولتی پر از چهره‌های ناآشنا و غیرقابل پیش‌بینی، جیمز ماتیس یکی از معدود افراد با تجربه و مورد اعتماد سیاستمداران در آمریکا بود. ارتشبد پرسابقه‌ای که ظاهراً تصمیم دونالد ترامپ برای خارج کردن نیروهای آمریکا از سوریه طاقتش را طاق کرد. آقای ماتیس در استعفانامه‌اش نوشته: در مورد احترام به متحدان، برخورد با چشم باز با طرف‌های متخاصم و رقبای استراتژیک، نظراتم قاطعند. شما حق دارید وزیر دفاعی داشته باشید که نظراتش به شما نزدیکتر باشد. گمان می‌رود مقصود آقای ماتیس از متحدان ناتو و اعضایش باشد، سازمانی که دونالد ترامپ بارها از آن انتقاد کرده و گفته اعضای دیگرش به اندازه کافی برای امنیتشان خرج نمی‌کنند. در کنار این، برخورد نسبتاً دوستانه دونالد ترامپ با روسیه و چین هم به مذاق خیلی از سیاستمداران آمریکا، حتی در حزب جمهوری‌خواه خود آقای ترامپ خوش نمی‌آید. در کنار اینها، آقای ماتیس قبلاً خارج کردن زودهنگام نیروهای آمریکا از سوریه را یک اشتباه استراتژیک خوانده بود. دموکرات‌ها می‌گویند استعفای ماتیس پیامی درباره سیاست‌های دونالد ترامپ است. استعفای جیمز ماتیس من رو تکون داد، به خاطر پیامی که برای سربازانمون داره و به خاطر نشون دادن ارزیابیش از فرمانده کل قوا. از ابتدای ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تیم او و کابینه اش شاهد تغییرات فراوانی بوده. کمتر از یک ماه بعد از آغاز ریاست جمهوریش، مایک فلین مشاور امنیت ملی او به خاطر دروغ گفتن درباره تماس‌هایش با سفیر روسیه استعفا کرد. سه ماه بعد، آقای ترامپ جیمز کومی، رئیس پلیس آگاهی فدرال FBI را بابت نحوه رسیدگی به پرونده ایمیل‌های هیلاری کلینتون برکنار کرد. تابستان پارسال شاهد چند استعفای پشت سر هم بود. ابتدا شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید، سپس راینز پریباس رئیس دفتر رئیس جمهور و بعد از او استیو بنن مشاور ارشد دونالد ترامپ کنارگیری کردند. مارس 2018 نوبت رکس تیلرسون بود تا کمی پیش از اعلام خروج آمریکا از برجام از وزارت خارجه استعفا بدهد. 9 روز بعد سپهبد مکمستر دومین مشاور امنیت ملی آقای ترامپ اعلام کرد از مقامش کنارگیری می کند. یک ماه بعد آقای ترامپ جف سشنز وزیر دادگستری را بعد از مدت‌ها تنش و جنگ لفظی سر تحقیقات در پرونده دخالت روسیه در انتخابات اخراج کرد. 2 هفته پیش هم جان کلی دومین رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرد تا پایان سال 2018 کنارگیری می کند. 2 هفته پیش هم جان کلی دومین رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرد تا پایان سال 2018 کنارگیری می کند. با وجود همه این آمدنها و رفتنها، دونالد ترامپ سیاستهایش را تغییر چندانی نداده. سوال این است که آیا او می تواند وزیر دفاعی هم نظر با خودش پیدا کند یا نه؟ بهرنگ تاجدین، BBC.